دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. تو این جلسه داریم با متغیرهای ریاضی آشنا میشیم. اولین عبارتی هم که ما باش آشنا شدیم که داره متغیر ریاضی بود، عبارت 500 به اضافه x بود که x یک متغیر ریاضی نشون دهنده میزان انعامی بود که من میگرفتم. اما عبارت‌های ریاضی لزوما فقط دارای یک متغیر ریاضی نیستن. تو این جلسه می‌خوایم با عبارات ریاضی که دو متغیر دارن دو آشنا بشیم. عبارتی مثل a به اضافه b رو داریم و این عبارتی که از دو تا متغیر a و b تشکیل شده. بذارید ببینیم اگر مقدار a برابر 5 باشه و b برابر 7 باشه مقدار این عبارت چیه؟ چون این عبارت دارای دو تا متغیره و متغیر میتونه عدد میزانش تغییر بکنه، پس میزان این عبارت رو هم تغییر میکنه. ما برای اینکه مقدار این عبارت رو به ازای مقدار a برابر 5 و b برابر 7 به دست بیاریم، باید عملیات جایگذاری انجام بدیم. عملیات جایگذاری یعنی چی بچه؟ یعنی همین کاری که ما الان میکنیم. میگه وقتی که به من گفتن a برابر با 5، من توی عبارت a به اضافه b به جای A میتونم عدد 5 رو بذارم، در واقع جایگذاری بکنم. همینطور وقتی که میدونم B هم برابر با 7، توی عبارت A به اضافه B به جای B میتونم 7 رو بذارم. پس B رو جایگذاری کردم با عدد 7. پس A به اضافه B در حالتی که A برابر 5 و B برابر 7 باشه، در واقع برابر میشه با 5 به اضافه 7 که ما میدونیم 5 به اضافه 7 برابر با 12. خب بچه ها، حالا یه عبارت با دو متغیر که یه عبارت ریاضی با دو متغیر ریاضی که یه ذره پیچیده تره و با هم دیگه بررسی کنیم. پیچیده تره لایه مقدار ظاهرش متفاوت. دنبال یه سفر گشتم که ترسناک نباشه بچه ها. واقعا هم هیچ کار چیز نیست، فقط ما میخواییم ذریع اضافه کنیم. فرض کنید عبارتی داریم به صورت 10x منهای، بذارید من این علامت منها هم با سفید بذارم، منهای 3y، و از ما خواستن در حالتی که x برابر با منفی 1 و y برابر با 5 مقدار این عبارت ریاضی رو حساب بکنیم. دوباره ما باید عملیات جایگذاری رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی به جای x مقدارش در این حالت که برابر منفی 1 و به جای y مقدارش در این حالت که برابر 5 رو قرار بدیم و ببینیم حاصل عبارت چقدر میشه در چه این حالت. خب جایگذاری رو شروع میکنیم. 10x در حالتی که 10 برابر با منفی 1 باشه میشه 10 ضرب در منفی 1. گفتیم وقتی که 10x داریم، چون علامت ضرب و x شبیهند علامت ضرب رو نمیذاریم، ولی 10x یعنی 10 ضرب در x. و منهای 3y در حالتی که y برابر با 5 میشه، برابر با 5 برابر با منهای 3 ضرب در 5. بخاطر اینکه یه مقدار برای شما واضح تر باشه که چه اتفاقاتی داره میافته، من حول عملیات ضرب، حول دوتا ضربی که اینجا داریم، من پرانتز میذارم که یادمون باشه ما پرانتز عملیات ضرب برامون اولویت داره. در حالتی که ترکیبی از عملیات مختلف رو داریم، اول میریم سراغ ضرب و تقسیم، بعد میریم سراغ عملیات جمع و تفریق. خب 10 منهای 1 برابر میشه با بچه ها 10 ضرب در منفی 1 ببخشید برابر میشه با منفی 10 و 3 ضرب در 5 برابر میشه با 15. خب منفی 10 15 ازش کم شده، یه علامت تفریق اینجا داریم که من اینجا هم قرارش میدم، پس میشه منفی 10 منهای 15 که برابر میشه با منفی 25. خب بچه‌ها، این دوتا مثال بود که ما با هم دیگه حل کردیم تا ببینیم چجوری ممکنه یه عبارت ریاضی بیشتر از یه متغیر در این حالت دوتا متغیر ریاضی داشته باشه و ما چجوری میزان یه عبارت ریاضی رو به ازای مقادیر مختلف متغیرهای ریاضیش حساب میکنیم. مرسی که تو این جلسه با من بودی. توی جلسات بعد میبینمتون. فعلا خدافظ.